علي علي مولاي يا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يطاه بكم وكيف تعمهون وبينكم إترة نبيكم. صفات اهل تقوا رو امام مطرح فرمودند. ویژگی های عالم نمایانی که از تقوا در اونها خبری نیست، اون هم گفته شد. الان در این ظرف تحیر و حیرانی، امیرالمؤمنین اون شاه راه سعادت و حقیقت رو نشان میدهد و تذکر میدهد. فرمود امام فأین تذهبون، کجا میروید؟ به کدام سو حرکت میکنید؟ و انا تؤفکون، چرا کجا روی برمیگردانید از حق؟ به چه سمت و سوی تمایل میکنید؟ با حال این که والاعلام قائمه، اینطور نیست که شما بیراه و بینشانه مسیر مانده باشید که متحیرید. اعلام قائمه است. اعلام اشاره کردیم دیروز، علم نشانه، مخصوصا به کوه. کوه رو علم میگفتن به دلیل اینکه از دور رهگم کردگان با بلندی کوه ها مسیرهای خودشون رو تعیین میکردن. همین الان در پروازهای پایین خلبان های هواپیما از بهترین علائم نشانه های جغرافیایی براشون کوه هاست. با کوه ها تنظیم میکنن خیلی از اوقات خودشون رو. کوه نشانه است، پابرجا برای راهنمایی. این تشبیه و استعاره زیبایی است که امام مطرح می‌کنند. شما کوه‌هایی در جامعه دارید که اینها راه را به شما نشان می‌دهند. شما کجای کارید؟ والاعلام قائمه. گفتیم که کوه بلندی دارد، پناه است، استقامت و صلابت دارد. اون پیشوایان و راهنمایان حقیقی در جامعه چنین کسانی هستند که الان امام اونها رو معرفی می‌فرمایند. ولی آیات و واضحه، نشانه های واضحی وجود دارد، روشن. ولی منار و منصوبه، منار رو در همین جا توضیح دادیم قبلا خدمت عزیزان. اون جایی که آتش در اون روشن می‌کردند و مسیر رو می‌یافتند دیگران در دل شب، اون رو منار یا مناره به فارسی خودمون همون گلدسته می‌گفتند. و نشانه های روشن و واضح نصب شده است. پس فعینه یوتاه بکم، پس چرا شما گمراهی دارید؟ یوتاه، تیح به معنای حیرت، گمراهی، گمراهی، تحیر، سرگردانی. چرا سرگردانید؟ و کیفت تعمهون، چگونه نابینایید و نمیبینید، چشم دل رو نمیگشایید؟ حالا این کوه ها، این مناره ها، این مسیر واضح کیست، چیست؟ و بینکم عترت و نبیکم، و حال این که پیش روی شماست عترت پیامبرتون، یعنی اون کوه بلند، اون مناره برافراشته، اون مسیر روشن و واضح نیست مگر عترت مبارک نبی مکرم. امام اینها رو به استعاره بسیار زیبایی مطرح می‌فرمایند برای توصیف مقام عترت. و هم عظمت الحق، این عترت پیامبر شما که شما را از تحیر به در می آورند و راهگشای مسیر سعادت و زندگی شما خواهند بود، اینها عظمت الحق. عظمه از ماده همون زمام است. اینها زمام و مهار حق در دست اینهاست. اینها همراه حقند، قوام حق و پایداری حق با اینهاست در جامعه. و اعلام الدین، و اینها نشانه های دین خدا برای شما هستند. و السنت الصدق، زبان صدق را از اینها بجوید، اینها به شما صادقانه حقایق را بازگو می کنند.
خب امام ابتداعا یه کلیاتی رو پیرامون مقام اطرت مطرح می‌فرمان، چون من مایلم که در جای خودش تصریح بیشتری به بحث اطرت بکنم در همین گفتگوی امروز، فقط به همین مقدار رد میشیم تا برسیم به اون مقام اصلی. اما جمله عجیبی را امیرالمؤمنین می‌فرمایند: فانزلوهم، نازل کنید اطرت را، اطرت پیامبر را، خاندان پیامبر و اهل بیت را، به احسن منازل القرآن، به همون منازل نیک قرآن. یعنی چه؟ توجه دارید امیرالمؤمنین کسی نیست که سخنی برای خوش آمد کسی بگوید، از هیچ کسی هم واهمه ندارد که سخنی رو به غیر حق نگوید. امام نه خوف اون دارد که کسی مقابل او بایستد، نه دلنگران آن است کسی از او روی برگرداند. آزاد و رهاست، غلام همت اون رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. امیرالمؤمنین همانی است که به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من بایستند، فما ولیت منهم فرارا، از مقابل اینها پشت نمی کنم و فرار نمی کنم. این شجاعت هست، این قدرت هست. تمایلی هم ندارد که کسی برای او به تعبیر ما هورا بکشد و کف بزند. امیرالمؤمنین به تعبیر عامیانه، اجازه بفرمایید عرض کنم، فاتحه این مسائل رو خونده است. امام آزاد است، او چیز دیگری میخواهد. سخن اگر میگوید بر حسب وظیفه و معیار حق و نجات بشریت و انسانها. من به شما توصیه میکنم فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اطلاعات پیامبر رو با همون منازل نیک قرآن نازل کنید. دو معنا برای این کلام امام وجود داره. من عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، گمان میکنم شاید خیلی از عزیزان این جمله رو در عمرتون نشنیده باشید. خب بعضی هایی که انس دارن با نهج البلاغه حساب دیگری است، اما این جمله عجیبی است که امام تو این خطبه میفرمایند: اطرت و اهل بیت را نازل کنید به احسن ما، به نیکوترین وجه منازل قرآن. اشاره کردم دو معنا در این عبارت است. یک، یعنی با همان حسن ادب و رفتاری که با قرآن دارید، با اطرت پیامبر هم باید همان گونه رفتار کنید، با همان شیوه وزانت و ادبی که با قرآن معامله می کنید و احترامی که برای قرآن قائلید، برای این خاندان و این اطرت هم همون احترام را قائل باشید. چرا؟ چون اینها نماد تجلی یافته قرآنند، چون قرآن مجسم و محقق، قرآن ناطق در سیمای امیرالمؤمنین و فرزندان او دیده می شود. اینها تجلی دهنده آیات قرآنند و نشان دهنده آیات شریفه وحی. حالا عرض کردم مایلم در جای خودش حدیث ثقلین رو بخوانم که این جای ما اشاره می کنن. پس معنای اول این که ادبتون رو با اطرت مانند ادب برخورد با قرآن قرار بدید، یعنی سخن اینها شرح کلام الهی است، تفسیر کلام خداست. گمان نکنید که یه حدیث مسجل و مسلم از امیرالمؤمنین و اهل بیت ارزش عملی اون برای ما از قرآن کمتر است. خیر، فانزلوهم به احسن منازل القرآن، با همین شیوه رفتار کنید با این بزرگواران. این یک. معنای دومی که وجود داره اینه، ما نمیگیم شما اطاعت پیامبر را ببرید بالا، نه، شما همان گونه که خدا در قرآن با اونها رفتار کرده است، شما هم همان گونه رفتار کنید. فانزلوهم، اطاعت را بنشانید به احسن منازل القرآن، به همون منازل احسنی که قرآن برای اینها قائل شده است، اون مقامی که قرآن برای اطرت پیامبر قائل شده است، شما هم همون رو بگید. ما از شما بیشتر نمیخواهیم، کمتر هم نمیخواهیم. این خاندان رو با معیار قرآن بشناسید. حالا مراد امیرالمؤمنین کجای قرآن است؟ کجای قرآن است که اطرت رو به شما معرفی میکنند؟ ما همین رو از شما توقع داریم. این دیدگاه حاسدانه رو به کناری بگذارید، دیدگاه متکبرانه به اطرت رو به کناری بگذارید. امیرالمؤمنین ابتداءاً به اون مخاطبانی میگوید که این حقدها و حسدها و کینها در دلشون نسبت به اطرت پیامبر میجوشد و غلغل میکند در دلهای اینها، این حسدها، همان که ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسد میورزید، رشک میبرید
به اون کسانی که خدا از فضل خودش به اینها عنایت کرده و اینها لیاقت این رو نشان دادن. یک، من سه تا عرض میکنم، سه تا از این منازل قرآن که امام اشاره به اطرت میکنه. شما قائل باشید به انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کار تمام است. شما قائل اللهم صل علی محمد الله. اراده الهی این است که این بزرگواران متحرون نقیاتون ثیابهم، به تعبیر اون شاعر بزرگوار ابو نواس، اینها پاکیزگانی هستند که دامن به هیچ زشتی نیالودند. خداوند اراده کرده است به تطهیر اینها، و پاکیزگان و مطهران به تطهیر الهی هستند. اختلافی نیست که این آیه شریفه در شأن اطرت پیغمبر است. اگر گاهی بعض از چیزها شنیدید از بعض از عامه، قبل و بعد و متن آیه رو خود منصفان اهل سنت از مفسران وقتی بررسی میکنن توقف میکنن که آیا میشود این آیه در شأن زنان پیامبر باشد؟ ما که میبینیم خب بالاخره در میان زنان پیامبر آیا اشتباه و خطا نبوده است؟ آیا چه وضعیتی بوده است؟ مثلا با همه شایستگی اینها، اما این تطهیر الهی است، اون هم با اون اراده قطعیه ای که خداوند مطرح میکند. یک، آیه تطهیر. دوم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همانا این نیست، این است و جز این نیست که ولی شما و صاحب اختیار شما خداست. الله ولی الذین آمنوا، انما ولیکم الله. با همون مقدار و رسوله، رسول پس از خداوند سبحان ولی شماست. استهزار دارید من مسلمان حق ندارم اقدام علیه نفس خودم بکنم، من نمیتونم ضربه‌ای به خودم بزنم، من نمیتونم برم بالای بلندی خودم بندازم. انتحار، خودکشی با دیگر کشی هیچ فرقی نمیکنن از نظر ما مسلمانان، اما اگر پیامبر به من گفت از اون بالا خودتو بنداز، پایین چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ولایت پیامبر از من بر خود من طبق آیه شریفه سوره مبارکه احزاب بیشتر است. این ولایت رو خداوند به پیامبر میدهد. انما ولیکم الله و رسوله. دو، سوم، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اون کسانی که ایمان آوردند، کسانی که ایمان آوردند و ایتاء زکات میکنند و حال این که و هم راکعون، در حالت رکوع صلاتند. خب این آیه هم در اون تردید و تشکیکی نیست که اون شخصی که خداوند او را می ستاید نیست مگر همان که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. ولی شما خداست، رسول است، امیر است، وجود مقدس امیر المؤمنین و اون استمرار اطرت پیامبر. همین دو آیه، آیه سوم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. آیه اول شأن و شخصیت اینها، آیه دوم میزان تصرف اینها، آیه سوم رابطه عاطفی و محبتی. این سه تا مؤلفه و سرفصل رو اگر بدانیم با این سه آیه کار تمام است. جایگاه علمی و فرهنگی اینها چیست؟ به قول ما جایگاه اجتماعی و ولایی اینها چیست؟ جایگاه محبتی اینها کجاست؟ لا اسألكم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام الا المودت فی القربا. بیایید مودت و عشق ورزی با قربا رو امتحان کنید، ببینید چه می شود، ببینید آیا از آفتاب و فلک خوبتر می شوید یا نمی شوید، آیا این نور اگر به جان بتابد چه می کند با وجود انسان. امام فرمود اینها رو نازلشون کنید، یعنی قائل باشید به شخصیتشون در اون حدی که قرآن قائل به شخصیت اینها. ما نمیگیم بیش از این باشد. من از میان آیات عدیده و متعدد قرآن همین سه آیه را عرض کردم که سه تا سرفصل به اعتقاد خود من. فانزلوهم به احسن مزام منازل القرآن. و من به شما توصیه میکنم، بنده این کلام امام را عرض میکنم، وردوهم ورود الهیم العطاش. ورود به معنای کنار آب رفتن است، برید کنار این خاندان. اما به جای به نزد اینها رفتن تعبیر ورود میکند امیرالمومنین، یعنی شما تشنگانید و اینها بحر مواج آب گوارا و شیرین، شما طالبان علمید و اینها اقیانوس معرفت و دانش. پس بخل نکنید به خودتون، پس با شهامت برید نزد این خاندان، برید زانو بزنید
و طلب کنید از اینها. البته این رفتنتون هم از سر سیری نباشه. هیم به معنای شطوری که تمام وجود اون رو آتش گرفته است. لذا امام فرمود الاتاش، هیم الاتاش، سراسیمه میزند به آب. شما با ولع گاه دیدید، خیلی از عزیزان معلمن، بالاخره تجربیات معلمی رو دارید به نوعی همتون، گاه بالاخره میبینید این معلم واقعا احساس میکند این متعلمان تمایلی ندارند سر کلاس، باز نمی کند دریچه ی علم را، چیزی تکلیفی میگد در حدی که بالاخره جماعت را بسنده میکند، بیش از این اینها لیاقت اون ندارن مثلا، شاید مایل نیستن حداقل اینطور بگیم. اما گاه میبینید این دانشجو، این طالب اونچنان است که آسی میکنه معلم رو، دیگه اونقدر میپرسد که میفهمه معلم این تشنه است، میفهمد آب کم جو تشنگی آبت بده است، تا بجوشد آبت از بالا آب است. اینجا دیگه معلم دست خودشو باز میکنه، اینجا برون میریزد، چنته خودش رو خالی میکند و ارزانی شاگرد عاشقش میکند مطالبی که دارد. این شیوه بزرگان بوده است. امام میفهمد با تشنگی و آتش برید سراغ اهل بیت، سیرتون میکنند اینها، در همه زمینه ها سیرابتون میکنند، الفبای زندگی به شما میدهند، الفبای سعادت دنیا و عقبی را برای شما تعلیم میکنند. اما شما باید برید، شما باید، در ناحیه فیض مشکلی نیست، شما باید جدیت نشان بدید، برید تو این وادی. کما که در مورد قرآن هم همین رو داریم برادران و خواهران بزرگوار. امام در همین نهج البلاغه میفهمند از قرآن استنتاق کنید، فاستنتقوا، قرآن رو به صحبت بیارید. قرآن خیلی حرف دارد اما بسته است دهان قرآن. شما دهان قرآن رو باز کنید. چطور باز کنید؟ با شورتون، با عشقتون، با طهارتتون، با التماستون به آیات قرآن. التماس کنید تا بفهمید آیات قرآن رو، بکوشید تا بفهمید آیات قرآن رو، بجوشید تا فهم کنید آیات بصیرت وحی را. با اطرت هم باید چنین باشید، برید واقعا طالب و تشنه سراغ این معارف تا بجوشد برای شما اون زیبایی اون. پس دو معنا در عبارت امام بود: یک، جایگاه اطرت رو کنار قرآن قرار بدید لا غیر. دوم، قرآن رو در همون شأن و منزلتی که خدا، اطرت رو در همون شأن و منزلتی که قرآن گفته است قائل باشید و کرامت و حرمت اینها رو از قرآن بگیرید. این دو. حالا این رو میخوان امیرالمومنین این جمله رو یه قدری توضیحش بدن و یه کمی هم دیگه از اینجا درد دل امام رو هم میشنویم. ایها الناس، مردم، خذوها عن خاتم النبیین. این مطلبی که من میگویم از پیامبرتون بگیرید مردم. امیرالمومنین میفرمان انه، حالا این جمله جمله پیامبره. یکی از قسمت‌های زیبای نهج البلاغه این است که امام استناد به احادیث نبوی می‌کنند. این مرد دانشمند لبنانی صبحی صالح که شیعی هم نبود و اهل سنت بود و بعد هم در لبنان ترور شد، استاد دانشگاه بیروت بود و اومده نهج البلاغه رو یعنی به اصطلاح به تعبیر خودش مآخذ و مثلا مآخذ که نه لغات و نمیدانم آیات و احادیث و کلمات و اسامی مناطق جغرافیایی و اینها رو جمع کرده است. این نهج البلاغه که الان دست من خدمتتون میخونم این کار صبحی صالحه، یعنی تا اینجا خود نهج البلاغه است. از این قسمتی که میبینید سبزه، این توضیحاتیه که در مورد لغات، اماکن جغرافیایی، اسامی اشخاص اینها داده است. یه بخشش اینه که احادیثی که پیامبر در نهج البلاغه به کار بردن کشیده بیرون جدا کرده، آیاتی که امام در نهج البلاغه به کار بردن آیات رو مجزا کرده، یعنی یه فهارسی، یه ایندکسی به نوعی، یه کار اینچنینی زیبایی رو انجام داده است. احادیثی که امیرالمومنین به کار میبرن در نهج البلاغه از پیامبر خیلی زیباست، احادیث نقص، ناب و بسیار لطیف. من جمله اینه، اینو از پیامبر گوش کنید مسلمانان، انه یموت و من مات منا ولیس بمیت. از ما اطرت و خاندان وقتی کسی میمیرد نمرده است.
انه یموت من مات منا، میمیرد از ما کسی که میمیرد، اما ولیس به میت، نمرده است. و یبلا من بلا منا، وقتی که پوسیده میشود یعنی از میان میرود بدن کسی از ما، ولیس به بال، نه ما از بین نمیریم، ما پوسیدگی نداریم، ما از بین نمیرویم، ما بلی و کهنه نمیشیم. یه معنای بالی یعنی کهنه، کهنه نمیشیم. چه جمله ایست که پیامبر فرمودن و امیرالمومنین به این استناد میکند؟ بعض از شراح نهج البلاغه گفتن نکنه این مثلا مراد این است که اشاره به آن است که ابدان مطهر اهل بیت پوسیدگی زیر خاک ندارد. این رو خواستن اینطور استفاده کنه. من الان نه اثبات میکنم این حرف رو، نه نفی میکنم. در حد بسیار پایین تر از این خاندان دیده شده است این مطلب، میدانید عزیزان، مانند ابن باوه قمی و در شأن بعضی ها دیده شده است که بدنهای اینها باقی مانده است. سر این رو هم نمیدونیم، مثل هزاران چیزی که در دنیا نمیدانیم، یکیش هم این رو نمیدانیم. و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که نمیدانم. وقتی که نمیدانیم بالاخره این است، اینم از جهالتهای ماست. این مطلب هست، اما ظاهراً الان مراد چیز دیگری است، مطلب دیگری رو میخوان بگن. این رو میخوان بگد پیغمبر مکرم اسلام و امیرالمؤمنین، انه یموت من مات منا ولیس بمیت. مردم اگر دیدید اطرت یکی یکی از میان شما میرود، اطرت جاودان و باقی است. اینها نامرگی دارند، اینها نمیمیرند، فکرشون، خطشون، مکتبشون، مرام اینها و وجود اینها و اشراف معنوی اینها در جامعه باقی است. اینها زنده اند. ممکنه بدن ظاهری اینها در میان شما نباشد، اما اندیشه و مکتب اینها جاودان و باقی است تا قیام قیامت. اینها حضورشون در جامعه حضور علمی، عینی، معنوی و فکری کاملا دیده می شود. یعنی اون خط معیار قالب فکری و علمی نیست مگر خط اطرت. من دریغم میاد این جمله رو نگم. نوعا سعی کردم من این روزها مثالی هم که میارم بیشتر مثالها هم از خود نهج البلاغه باشه خدمت عزیزان. در حکمتهای نهج البلاغه به جایی می رسد امیرالمؤمنین این جمله رو میگه، میگه ولتعاطفن الدنيا علينا بعد شماسها. این دنیا که میبینید بر میگرده به طرف ما خاندان. بعد شماسها، شماس به بچه شطوری میگن. دیدید گاهی این عذرخواهی میکنم کره اسپا یا این بچه شطورا از مادرشون فرار میکنن، چقدر میرن 300 متر 400 متر باز چیکار میکنن؟ سری بر میگردن خود رو مادر میچسبونن. اینو میگن شماس. امام میفهمد مردم دنیا و دنیا مانند این کره اسب و بچه شطور از ما خاندان جدا میشن، اما به خداوندی خدا بر میگردن به ما. نمیگه مسلمان و شیعه ولتعتفن نه دنیا، دنیا بشریت 7 میلیارد اینا بر میگردن به ما خاندان. ولتعتفن نه دنیا علینا بعد شماسا. بعد میفهمن عطف الزروس علی ولدها، مثل همین بچه شطور به ما بر میگردن، چون ما تفکر معیاریم، خداوند ما رو معیار اندیشه قرار داده است. بشریت این سو میزند، اون سو میزند، هر کسی طرح خودش رو ارائه میکند، اسم خودش رو میآورد، آه بالاخره به جایی میرسد که مکتب اطرت اون معیار اصلی تفکر و سعادت زندگی بشر رو تأمین خواهد کرد. این جمله امیرالمؤمنین است. بعد هم و تلا عقیب ذلک، بعد امام تلاوت کردند این آیه شریفه را که همه شما حفظید، و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض. این آیه رو به دنبالش تلاوت کردند امیرالمومنین. این تو حکمت های نهج البلاغه است، اینو که عرض کردم. ما میمیریم اما زنده ایم، باقیم، جاودانیم، و این فکر ما و مکتب ما باقی است. ما کهنگی نداریم، ما خاندان، همیشه فکر ما و سخن ما نو و تازه و اون حلاوت و رونق خودش رو مسلم خواهد داشت. آیا شما تا به حال شده واقعا فکر کنید که از صدش رو، مثال عرض میکنم برای توضیح کلام پیامبر، آیا شده از شما تا به حال به ذهنتون بیاد که مثلا حضرت سید الشهدا شکست خوردن؟ آیا هیچ وقت به ذهن شما میاد که امام حسین شکست خورد؟
کی به عنوان یه چهره شکست خورده مغلوب در طول تاریخ به حسین ابن علی نگاه کرده؟ هیچ کس چنین نگاهی نمی کند، مگر یزید زمان باشه، مگر شمر زمان باشه، مگر عبیدالله زیاد زمان باشه، مگر این تو افراد باشن. و الا هیچ کس نیست که حسین ابن علی را در قالب یک جانداده شکست خورده ببیند. وقتی که نگاه می کند می کند سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش، سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش، جاودانه، باقی، سرفراز و پیروز اون میدان. کسی احتمال میدی تو دنیا مثلا به شمر و عمر سعد بگه یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم اون روز، احتمال میدید یه نفر این رو بگه؟ اما میلیاردها بشر در طول تاریخ، بگیم صدها میلیون بشر در طول تاریخ، صبح و شب زندگی کردند و جان دادند و گفتند یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. این توضیح کلام پیامبر است. زنده جاوید، باقی، جاودان، خطشون، فکرشون. من نمیخواستم شما رو بین بحث متأثر کنم یا به حال و هوای دیگری ببرم، اما شده است هیچ وقت مثلا شما در طول تاریخ ببینید این جماعت بسیار، این گمان نکنید که مال شیعیان است ها، این مشترکیم با خیلی ها، آیا واقعا شما شده است برای طفل شیرخواره مثلا شش ماهه یه خاندانی صدها سال فکر کنید، مثلا حرف بزنید، چیزی بگید؟ نه، نشده، پیش نمیاد. اما چرا میگن السلام علی طفل رضیع؟ این جاودانی است. انه یموت من مات منا ولیس بمیت. ما مرگ نداریم، ما باقییم. خداوند این بقا رو به ما داده است، این جاودانی را به ما بخشیده است، این فکر و این مکتب و این اندیشه تابناک و روشن. لذا حالا اینجا کلام پیامبر رو امیرالمومنین فرمان، حالا بعد سخن خودشونه فرمان، پس فلا تقولوا بما لا تعرفون، چیزی را که آگاهی به اون ندارید به زبانتون جاری نکنید. یعنی چیزی در مورد ما خاندان نگید که نمیفهمید از ما، اهانتی، وحنی نسبت به ما خاندان نداشته باشید. بدانید سخن به مقدار فهمتون بگید، به مقدار درکتون، به دانشتون بگید. حالا این یه دستور کلی است تو زندگی، فلا تقولوا بما لا تعرفون، چیزی رو که نمیدانید نگید. اگر بنا باشه ما به این حرف امیرالمومنین گوش بکنیم، نصفی بیشتر از صحبتایی که در شب و روز داریم همه چی میشه؟ دیگه نخواهیم گفت. چون خیلی از صحبتایی که ما میگوییم چیزهایی است که نمیدانیم. اونها که میگوییم و میدانیم کم است. بیشتر ندانستنی های ماست که بر زبان جاری میکنیم. فلا تقولوا بما لا تعرفون، چیزی که علم و معرفت به اون ندارید نگید. این یه درس کلی است، اما چون به دنبال این بحث گفتن در شأن اطرت دارن میفهمن. در مورد ما خاندان چیزی رو که نمیدونید نگید، برید آگاهی لازم رو پیدا کنید در مورد ما، بعد لب باز کنید، بعد بفهمید ما چه هستیم و چه هستیم. فإن اکثر الحق فیما تنکرون، این رو هم فراموش نکنید، بیشتر حق اون نیمه های پنهان آن است که شما نمیدانید و آشنای با اون نیستید. شما کمی از حق رو میدانید، بسیاری از حق برای شما ناشناخته و پنهان است. و اعذروا من لا حجت لکم علیه و هو انا، انصاف بدید. دیگه عرض کردم اینجا یه مقداری انسان دل غمناک امیرالمومنین رو حس میکنه، چون این خطبه زمانی دارن امام میگن که دیگه جزو قسمت‌های آخر عمر مبارکشونه، یعنی زمانی میگن که معاویه به قدرت است، معاویه با سلطه در شام سخن میگوید. این خطبه ما رو اون زمان هاست، لذا امام دلشون به تعبیر ما خون است. وعذروا من لا حجت لکم علیه، انصاف بدید به اون کسی که شما بر او حجتی ندارید و او بر شما حجت و برهان دارد. و هو انا، و اون منم. شما هیچ نقصی بر من علی نمیتوانید بگیرید، هیچ حجتی بر من ندارید، اما من بر شما صدها حجت و برهان و دلیل دارم و نشان دادم. و هو انا علم، حالا حجت من بر شما اینه، علم اعمل فیکم به ثقل الاکبر، علم اعمل
فیکم به ثقل الاکبر، آیا من عمل نکردم در میان شما به ثقل اکبر؟ و اترک بینکم از ثقل الاصغر، و من بین شما ثقل اصغر رو باقی نگذاشتم. دقیق فرمود این چه تعبیری است امام به کار میبرن. کلمه ثقل، ثقل به معنای شیء پربها و نفیس، به معنای چیزی که وزانت و سنگینی دارد. در قرآن میبینید خداوند دو موجود مکلف رو مورد خطاب قرار میده، چون تکلیف الهی انسان رو شرافتمند میکند. سنفرغ لکم ایها الثقلان، در سوره مبارکه الرحمن جن و انس میشن دو ثقل، یعنی دو وزنه خلقت و آفرینش. اینها مکلفن، تکلیف دارن، میشن ثقل، وزانت و سنگینی دارن. به اتفاق جمله فریقین شیعه و سنی، این حدیث رو هیچ کی انکار نمیکنه در از زبان پیغمبر مکرم اسلام، کسی منکر این حدیث نیست که چندین موضع پیامبر، نه در حجۃ الوداع، در مسجد خیف، در منا، نه، بارها و بارها در طول عمرشون این جمله رو پیامبر بر زبان جاری کردن که همه شما حفظید که بدانید مردم من از میان شما میروم، اما انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. ثقلین یا ثقلین، هر دو درسته تلفظ، کتاب الله و عترتی، من از میان شما میرم اما دو چیز سنگین و پربها براتون گذاشتم، یکی کتاب خداست، میراث و یادگار من برای شما، و دیگری عترت من، عترت من است. شما تا زمانی که چنگ به این دو بزنید گمراه نمیشید، و بدونید این دو هم لن یفترقا، اینا از هم جدایی ندارن. لازمه قرآن عترت است و لازمه عترت قرآن. قرآن منهای عترت کسی را ره به جایی نمیبرد، صریحا پیامبر مطرح میکنن. ممکنه الان تو ذهن بعضی از دوستان که کمتر در این وادی فکر میکنن بگید خب یعنی چه، چطور؟ مثلا من از شما سوال میکنم، مهمترین واجبی که شما در قرآن دارید چیه به عنوان یه مسلمان؟ آفرین، نماز. شما هزار سال بنشینید پای آیات قرآن التماس کنید، آیا نمازی که دارید شما میخونید از قرآن به دست میاد؟ ابدا. این نمازی که شما دارید با این آداب میخونید، این اوقات این چنینی دقیق نماز شما، تعداد رکعات نماز شما، یه رکوع دو سجود شما، این 11 واجب شما، این خصوصیتی که شما در نماز دارید، از کجای قرآن به دست میاد؟ این که از قرآن به دست نمیاد. قرآن کلیات این رو به شما میگه، اقم الصلاه، اقم الصلاه. اینو کی باید برای شما مشخص کند؟ باید پیامبر بایستد بگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نمازه که خدا گفته است من نشون بدم. این الگوی نماز این است، اون نماز قرآن این است، و هر آنچه را که پیغمبر نگفته است باید عترت او بگوید، باید به دنبال اون کسی باشه که مطرح کنه. این حجم سنگین تبیین آیات الهی در طول عمر پیامبر انجام شد. پیامبر که عزیزان من 13 سال تو مکه در شانتاج و فشار خفقان بودند، فرصتی نبود. اون فشارها که ابراز علنی نمیگذاشت برای پیامبر، تا پای جان پیامبر و ترورشون. به مدینه که آمدن چی؟ آیا فرصت کافی داشت رسول خدا؟ بدر، احد، خندق، احزاب، هنین، این جنگ ها یکی بعد از دیگری که امان پیامبر رو میبرید، روز مسلمانان رو سیاه میکردن این مشرکین و این یهودی ها و این دشمنان اسلام. درگیری درگیری، باز پیامبر دارن کار خودشون رو میکنن. شرحهایی و تبیینهایی باقی ماند از کلام الهی و این شریعت که باید اینها انجام بشه، و اینها رو کسی نمیتواند بگوید جز اون کسانی که تربیت شدگان مکتب خود پیامبر و مکتب وحیان، و اون نیست انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، این کتاب خدا و این هم عترت من، این دو درم. قرآن با عترت، عترت منهای قرآن هم معنا نداره. جمعی از مسلمانان متاسفانه ادعا کردند که حسبنا کتاب الله، قرآن بس است. تا الان همین رو میگن، ما نیاز به کسی نداریم. اما وقتی از خود اینها بعضا سوال میکردن یه مطلبی از قرآن، میگفتن نمیدانیم.
چطور حسبنا کتاب الله؟ که شما کلمه ابر رو ازتون سوال میکنن یعنی چی میگید نمیدانیم؟ یک کلمه ساده رو فاکهتا و ابا میگید نمیدانیم، اسم نمیبرم، حالا بالاخره بماند کی و کی. میتونید منابع تاریخی فراوان هست در این جهت مراجعه کنید. شما که بیان قرآن نمیدانید پس چطور میگید؟ شما که مگر خدا در همین کلام نگفت؟ خاطرم هست یه روزی در مکه، شاید بعضی از عزیزان همسفر ما الان در محفل هستن، سوار ماشینی شدیم، بالاخره مقصدی رو می‌رفتیم، یه شیخ بزرگی بود بالاخره در حال خواندن قرآن بود، دیدم داره از حفظ ترتیل می‌خواند برای ذهن خودش و سوره هشت رو می‌خواند. یه مرتبه گفتم سوره الهشت تقرأ؟ گفت نعم. سوره هشت می‌خوانی؟ گفت بله. گفتم حفظی بخوان؟ گفتم حالا به چند آیه من خوندم و رسید عمدن اینجا رو انتخاب کردم تا رسیدیم به این آیه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه پیامبر برای شما می آورد و می گوید بگیرید، اون چه پیامبر شما رو از اون نهی می کند رها کنید. بعد گفتم اخی اینجا تأملی بکن بیست، آیا به نظر تو این آیه ملاک و مبنای تصحیح تمام گفتار پیامبر نیست؟ یه فکری کرد گفت چرا؟ گفت واقعا همین است. بعد شروع کردم مطالبی رو با این مؤمن و عرض به خدمتون، خب انسان وزینی بود، اشاره کردم و مطالبی رو بازگو کردم. یک بار برگشت به من گفت که تو چی هستی؟ گفتم من جعفریم. نگاهی به صورت من کرد، گفت از کدوم شعبی؟ گفتم من شعب ایرانی، ایرانی هستم. سری تکان داد گفت اخی والله نور الله قلبك بنور القرآن. مشخص میشه خدا دلت رو به نور قرآن منور کرده. این مهم نبود که کسی من این حرف رو بگه، اما از اون زبان گفتنش برای ما، از زبانی که معتقد نیست به تلازم اطرت و قرآن، این مهم بود که از اون زبان بگه. یک آیه کفایت میکند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، میشه سندیت تمام گفتار پیامبر در کنار. حالا این پیامبری که ما آتاکم الرسول میگوید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این دو بود با هم باشه. از اون طرف متاسفانه در میان شیعیان هم، یعنی مدعیان مقام اطرت، یک گروهی شیب کارشون رو به گونه‌ای به سوی اطرت قرار دادن که از قرآن ماندند، فاصله گرفتن گروهیشون. یعنی گروهی هم گمان کردن که دیگه اطرت دارند، همه چی دارند دیگه، نعوذ بالله نعوذ بالله. نبی مکرم فرمودن این دو لن یفترقا، از هم جدایی ندارند، حتی یردا علی الحوض، تا زمانی که برسند بر حوض بر من در قیامت. پس این دو ثقل سنگین و کل سعادت امت اسلام در این دو، قرآن اون قاعده کلی، اصول کلی رو بیان می کند، اطرت، تبیین، تشریح و نمونه های عینی. هر قانون و قاعده رو که شما بگید، وقتی یه نمونه ای، کار ما معلم ها اینه، وقتی یه بحثی رو سر کلاس میگیم یک مثال میزنیم. اطرت مثال های عینی قرآنند، الگوهای عملی قرآنند. ببینید عمل کنید، ببینید حرکت کنید، ببینید اقتباس کنید و الگو بگیرید. به تعبیر امروزی ما اون الگوهای عینی قرآن میشن اطلاعات. این دو در کنار هم. حالا امیرالمؤمنین تعبیرشون تعبیر خاصی است. این تعبیر رو شما در حدیث قدیر میتونید ببینید از زبان خود پیامبر. پیامبر در خطبه قدیرشون، اون روز که خطبه قدیر رو گفتند، اون روزی که خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق، محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دستش کمر اون فتاست، احمد مرسل شه ملک بقاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم، بود وی و خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والد
عالی امکان و خداوند جود، پرده در خلوت ذات خدا شاهد آن سدره بی منتها، یافت شقایق ز کلامش کمی، عطر که شد مشتریش عالمی، ماه فسونگر به نگاهش زبیم، چاک گریبان زد و شد بردنیم، قبله عشاق بود کوی او، حبل متین از سر موی او، باز ببین بر سر دست رسول کیست؟ چه وامانده به درکش عقول، میر عرب پور ابو طالب است، او اسدالله به حق غالب است، مؤمن اول به رسول الله است. محمد رجل مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک که سوار همه صحنه ها، مظهر تقوا و ادب مرتضا، همچون مسیحا است در او قائله، نیست میان وی و حق فاصله، عده نامش به خدایی برند، همچون خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش، بستر پیغمبر و صد تیر کین، کیست چو زوتا که کند این چنین، سینه او بحر علوم و حکم، در کف او علم وجود و عدم، همشو شباهنگ چراغ ره است، از افق عرض و سما آگه است، نادره عصر و زمانها علی، علت آرامش جانها علی، با همه این جبروت و جلال، سینه او باز ببین پرملال، از غم و از سوز دل بوتراب، دل نبود آن که نگردد کباب، قربت او همچو یمی بیکران، قصه تنهایی او جاودان، در همه دهر معما علی است، مادر تنهایی و غمها علی است. دیگه شما رو خسته نکنم به همین مقدار، تا میرسد به اون بیت آخر که یه ذره عنایت مولا بود یه شبی گفته شد، این دل انصاری شوریده حال، در گرو عشق علی هست و محمد. اون روز زیبایی که شرح اون در این منظومه آمد، پیامبر تعبیری که کردن همین تعبیر بود، فهمدن من دو ثقل برای شما میگذارم، یه ثقل اکبر قرآن است، یه ثقل اصغر عترت منه، امیرالمومنین همین رو میگن، اشاره به این میکنن. حالا چرا قرآن ثقل اکبر است؟ چون معیار قرآن است، فضیلت اهل بیت و عترت اینه که قرآنی میشن، پس قرآن میشه ثقل اکبر، اینا میشن ثقل اصغر، به این معنا که قرآن مبناست، اینها تابع اون مبنا حرکت میکنن و وجودشون قرآنی میشود. امام فرمود الم اعمل فیکم به ثقل اکبر، مگر نه اینه که من به ثقل اکبر در میان شما عمل کردم؟ چه کسی به مقدار او علم داره به قرآن که عمل کنه؟ مگر نه این است که تمام صحابی پیامبر در همه مشکلات قرآنی خودشون مراجعه به امیرالمومنین میکرد؟ بزرگیست در بین اهل سنت که عمر ابن خطاب یه وقت رو کرد گفت ما افقه هاذا الغلام، این جوان چقدر میفهمه، این جوان چقدر میفهمه قرآن رو. بعد به این جوان گفتن ابن عباس تو از چی یاد گرفتی قرآن رو؟ گفت جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر چی یاد دارم از علی یاد دارم در تفسیر قرآن، معلم من علی ابن ابی طالب است. اون شخصیتی که میگوید بگذارید برای من پشتی بنشینم به شما بگویم این آیه در کجا نازل شده است، در شأن چه کسی نازل شده است، کجا آمده است، چه میگوید، ناسخ اون کدام است، منسوخ اون کدام است، بری چیست، بحری چیست، سماوی چیست، ارضی چیست، جبلی چیست، بگذارید تا ما براتون بگم. همین ابن عباس گفت استادم علی سر شب شروع کرد تفسیر با بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله رو برای من، دمدم سپیده بود که فجر میخواست فجر صادق طلوع کند، دیدم هنوز امیرالمومنین در بسم الله مانده است، گفتم علی جان شبی دیگر برای من بگو بقیه ماجرا را. و خود او فرمود ولو شئتو اگر بخوام لعوقرتو سبعین بعیرا فی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم او سوره الحمد، اگر بخوام 70 بار شطر کتاب تو تفسیر سوره هم میتونم براتون بنویسم. این اگر بخوام شوخی نیست امیرالمومنین که میگه. خب این شخصیتی است که این علم رو به قرآن دارد و این عمل رو به قرآن. به کدام آیه قرآن است که علی عمل نکرده باشه؟ آیا عبادات قرآن کجا دیده میشه؟ آیا اون و من اللیل فتحجت بهی نافلتن لک
آیا وقتی اون شبهای امیرالمومنین که گفت وقتی رد شدم دیدم نخلستان بن نجار است و ناله های علی است و یک بار قطع شد ناله ها، جلو رفتم حرک تو فلم یا تحرک، تکانش میدم تکان نمیخورد، دوان دوان آمدم خانه فاطمه، گفتم علی جان داد در نخلستان، گفت ده علیان و ربه. زهرا مرضیه گفت علی و پروردگارش را رها کن، او در عالم خود است. نه، او حال دیگری دارد با خدای خیش. من شب علی رو بگم قرآنی نیست، صبح علی رو بگم قرآنی نیست، روز قرآنی نیست، کجای او قرآنی نیست، تمام زندگی او عمل به آیات نورانی وحی است. علم اعمل فیکم به ثقل الاکبر و اترک فیکم و ثقل الاصغر. آیا من ثقل اصغر رو در میان شما باقی نگذاشتم؟ یعنی چی؟ اینو پیامبر باقی گذاشت، اما امیرالمومنین چی رو دارن میفرمان؟ میگن اون ثقل اصغری که پیامبر و اطرت گفته اونها کیند؟ اونها الحسن و الحسین، اینها دو تا فرزند منن، اینها دو تا پاره وجود من و میمه وجودی منن که امامان قاما او قعدا، صلحشون و جنگشون امامت هست و جز این نیست. قد رکست و فیکم رایت الایمان، من در تمام عمرم سعی کردم تثبیت کنم برای شما علم و پرچم ایمان را، تمام عمرم وقف این شد. و وقفتكم على حدود الحلال والحرام، و شما را آگاه کنم به مرزهای قوانین الهی و حلال و حرام خداوندی. و البستكم العافیه من عدلی، من این تعابیر ادیبانه امامه، من لباس عدل خودم رو بر شما پوشاندم تو طول زندگیم، نگذاشتم هیچ کجا شما تو زندگی من عدالت رو نبینید، جوری عمل کردم که یه جای زندگی من نقطه ضعف بی‌عدالتی کسی نتواند بگوید، تمام وجود من شد نماد عدل. دیگه تا کجا عدل پسر ابی طالب؟ تا اون لحظه‌ای که ضربه خورده است به فرق مبارک تو؟ بله. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. خیلی عالی گفته است مرحوم شهریار، صدا زدن فهمدن بابا حسن جان ابن ملجم اسیر شماست، با اسیر باید به عدالت رفتار کنید، از همان قضایی که من میخورم به اون بخورانید، مبادا بزنیدش، مبادا تندی بهش بکنید. ایاکم والمصلح ولو بکلب لغور، پیامبرتون فرمود مصلح نکنید، نکنه با این اینطور رفتار کنید. عدالت به اونجا میرسد که فرزندم حسن، عزیزان من، لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین، قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین. اگر من جان دادم به ضربت ابن ملجم، نکنه فردا بیرزید تو خیابون ها و کوچه ها بگید علی کشته شد، علی کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد، به تقاضا خون من خون بریزید. نه، بدانید لا یقتل النبی الا قاتلی، یه نفر منو کشته است، یه نفرم باید جواب بده، اون یه نفرم یه ضربه زده، اگر بنا شد شما هم بزنید، شما هم یه ضربه باید بزنید. چی بگیم در توصیف این عدالت؟ فرمود و البستکم العافیت من عدلی، من پوشاندم عافیت رو از عدل خودم بر شما. و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، من زیر پای شما بسترسازی کردم، با عمل و گفتار خودم افعال معروف و پسندیده رو نشون دادم به شما. مگه نشون دادم به شما؟ روز آخر سخن است و قسمت‌های پایانی، عذر بنده رو بپذیرید اگر چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، این رو بپذیرید به عنوان خاک پای خنبر امیرالمؤمنین عرض می‌کنم. بالاخره قصه این است که بزرگیست در ایران به نام ابی نیزر، از شاهزادگان ایرانی بود، از رفته اسمش در عرب کنیه عربی گرفته است، از شاهزادگان ایرانی بود، رفت محضر مبارک امیرالمؤمنین و شد پیشکار و نوکر یکی از بخشای کاری امیرالمؤمنین، گفت هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم. این داره کار میکند در مزرعه امیرالمؤمنین برای خودش، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، همه چی رو گذاشته رفته است. امام اومدن فرمودن ابی نیزر چه خبر؟ گفت آقا این چاه دیگه آب نمیده. فرمودن چیزی داری بخوریم؟
گفت ببخشید آقا، من یک کمی کدو درست کردم اما با روغن بدی هم هست، روغن خوبی هم نداشتم. فرمودن بیار. امام دستاشون شستند و سه لقمه ابی نیزر میگوید علی خورد از این کدو. دقایق بسیاری رو شکر کرد از ثنای الهی و حمد الهی، کلنگ رو از من گرفت، وضو گرفت، رفت درون چاه. میکوبید میگفت الله اکبر، میکوبید میگفت الله اکبر. یک بار دیدم میگه جل جلاله و عظم نواله. تا نگاه کردم صدای قلقل آب میاد، صدای جوشش آب میاد. علی آمد بالا، دست و پای خودش رو شست، فرمود قلم کاغذ بیار. قلم کاغذ آورد، شروع کرد نوشتن به وقف کردن بئر ابی نیزر. رفتید عزیزان مسجد شجره رو دیدید، تابلوی عمومی منطقه آبار و علیین. آبار جمع بئره، بئر یعنی چاه. این ظرفای آبی که بهتون میدن بین تو ایام عمره اینها که میرید، این ظرفای لیوانهای آب یه بار مصرف ها، روش بخونید نوشته آبار و علیین، یعنی آب از چاه های این منطقه. شما گمان میکنید در اون سالهای خلوت نشینی و خانه نشینی امیرالمومنین سجاداش پنگ کرده بود نماز میخواند؟ اقتصادی ترین مرد مدینه در اون سالها، فعالترین کارآفرین اسلام در اون سالهای تنهایی و غربت، 37 حلقه چاه حفر کرد امیرالمومنین. اما یکیش ارث به بچه هاش رسید. تاریخ نمی نویسد. فروخت این مزرعه رو. شب جمعه است، فقرای مدینه فهمیدن علی چاه فروخته است، جمع شدن. صبح شنبه به تعبیر من ابن عباس گفتیدم در بازار کسی داره حرکت میکنه، میگه این شمشیر منو کی میخرد به این درهم؟ این شب نگاه کنم دست آشناست، اومدم دیدم علی داره شمشیرش رو میفروشد. من یه بی آهاز از سیف و عربه دراه. گفتم آقا شما که روز پنجشنبه مزرعه فروختید، حالا شمشیر. فرمود ابن عباس به خدا قسم اگر برای حسن و حسینم نان ظهر می داشتم شمشیرمو نمی فروختم. خب من که نشان دادم به شما تو زندگی مسلمون ها، فالبستکم و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و ارهیتکم کرائم الاخلاق من نفسی. من عذرخواهی میکنم وقت من قاعدا تموم شد، اما اجازه میفرمایید امروز رو من یه چند دقیقه مختصری بیشتر همین رو تمام کنم خدمت عزیزان. ببینید یه کسی به شما ظلم میکنه، یه کسی به شما بدی میکنه، حالا به بیان اقتصادی بگم یه کسی پول شما رو میخوره، میفهمید این واقعا زمین خورده، به تعبیر بازاری ها نشسته دیگه و تقصیرم نداشته، بالاخره روزگار بد چرخیده است براش. یه مؤمن میگه آقا این وضعش اینه، بیه چکاشو بدید. یه فکری میکنید میگید بگذار بگذرم تا خدا بگذرد، ارحم تو رحم، بگیرید این چکاشو بدید. درود خدا بر شما. وقتی فهمیدید این واقعا تقصیر نداره، سبکش میکنید میدید. خب این کار خوبیست، این چیه؟ این خلق حسنه. اما یه کسی وقتی این کارو میکنه، این چه کارو میده، میذاره مردم میرن بعد صداش میزنه میگه فلانی تو که وضعت اینطوره الان چیکار میکنن زن و بچت، تو که دختر جوان داری، تو که پسر جوان داری، حالا که زمین خوردی اینا چیکار میکنن، اینا که گناهی ندارن، اینا چه سرشو پایین میندازه، چی بگه؟ میگه بیا. دست میبرد مینویسد میگه فعلا این خدمت شما باشه، این چکرم داشته باش برای مصارف زندگیت، بعد با هم صحبت میکنیم. این دیگه اخلاق نیست، این چیه؟ این مکارم اخلاقه، این مکارم اخلاق. شما یه کسی بهتون حرف زشتی زده، خیلی بد کرده، میگید بخشیدمت برای خدا، این اخلاق حسن است. اما تو دلتون هست، گاهی که میبینیدش میگید این همونه که به ما بد گفت، تهمت زد. اما اونقدر با خودتون کار کردید که وقتی میگید بخشیدم دیگه تو دلتون هم چیزی نمیگذارید از این بالاتر، از این بالاتر. هر وقت میبینید میگید خدایا این بنده خودت رو مشمول رحمت کن. این میشه کرائم اخلاق. این همونه که همتون دیگه بلدید، این آب دهان بندازن بعد برد تو مسجد سرش رو به سجده بگذارد مالکش در، بگوید خدایا از تقصیر این بندگانت بگذر. این مکارم اخلاقی، اینا دیگه اخلاق نیست، این همان است که فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من پیامبر اومدم این لذت ها رو به بشر بدم. دعا
دنیای ما کجاست؟ بشریت امروز تا مرفق دست آلوده به خون و جنایت کجاست؟ افغانستان چیست؟ عراق کدام است؟ لبنان چیست؟ فلسطین کدام است؟ افریقا کجاست؟ و امیرالمؤمنین چه میگوید؟ و این والی چه میگوید؟ و این حاکم چه میگوید؟ و ارأیتکم کرائم الاخلاق من نفسی فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک قعره البصر. خیلی فکرتون رو به زحمت نندازید تو اون چیزهایی که درکش نمی کنید. ولا تتقلقل الیه الفکر. آب وقتی میره تو آوندهای درخت تقلقله. خیلی جایی که تقلقل فکری ندارید وارد نشید. یعنی خیلی از رازهای زندگی من رو شما درک نمی کنید. توفیقی بود از یه وقتی همین نامه امام به عثمان ابن حنیف انصاری رو همین امسال چاپ شد، جلد دوم شرح نهج البلاغه ما، با عنوان شکر و شکایت است. نامه یه صفحه و نیم، دو صفحه است اما 360 صفحه به لطف خود امیرالمومنین شرح این نامه است که من نوشتم. اونجا امام میفرمایند میفهمن علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما مثل من نمیتونید زندگی کنید، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، اما عینونی، من علی رو یاری بدید. امام یاری نمیخواد. یک کسی زمین خورده است، شما دستتون رو بلند میگید، میگید دست من رو بگیر، دست من رو بگیر، به من کمک کن، بلندش میکنید. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و ستاد. شما نمیتونید، اما این چهار کار رو میتونید انجام بدید. این چهار کار رو انجام بدید علوی میشید. عفت، پاک دامنی، به ورع. اول ورع رو میفرماد امام. ورع بعد ترکی تقوایه، یعنی اجتناب از گناه. دور گناه رو خط بگیرید میشید علوی. ورع. اما این نیاز به چی داره؟ نیاز به تلاش داره، اجتهاد. تو زندگی پویا باشید، جویا باشید، اهل کار باشید. الان از کردم و اجتهاد و عفت و پاکدامنی، صداد، راستی در کلام و در عمل. فرمودیم. خب آخرین سخن هم در حد ترجمه میخوانم دیگه، تمامش میکنم. امام در پایان یه اشاره میکنن به وضعیت سیاسی حاکم در زمان خودشون و معاویه و بنی امیه. حتی یظن الظان، ممکنه کار به اونجا بکشد که عده‌ای گمان کنن ان الدنیا معقولتون علی بنی امیه. پای شتر رو که میبستن میگفتن اقال، قفل فرمان رو، قفل فرمان شطور میشد اقال البعیر. عقل رو که عقل میگن چون پای شهوت رو میبندد. ادهی گمان میکنن دنیا و حکومت بسته شده به بنی امیه، دیگه اینا سوار کارند. تمنه هم در راها، داره به اینا میخوراند شیر خودش رو و غذای خودش رو. و تورد هم صفه ها، و اینها رو وارد کرده است به بهترین جایگاه های ناب بش. و گمان میکنن لا یرفع عن هذه الامه، از این امت برداشته نمیشه صوتها ولا سیفها. صوت تازیانه و شلاق، سیف شمشیر. گمان میکنن که تازیانه و شلاق و شمشیر بنی امیه از این مردم برداشته نمیشه، اما اشتباه میکنن. حکومت شلاق و شمشیر دوام ندارد. فرمود ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا. اما و کذب الظان لذلک، اشتباه میکند کسی که اینطور فکر کند. بل هی الله اکبر، بل هی مجتون. عذرخواهی میکنم، اگر کسی آب دهانش رو جمع کنه بیرون بیفکنه این میشه مجه. بل هی مجتون من لذیذ العیش یتطعمونها برهتن. اینا در حد یه آب دهان حکومتشون، یه چرخی میدن میندازن بیرون تمومه. ثم یلفزونها جمله، این در حد یه آبدهانی است که بیرون افکنده میشد. امام چی دارن این جمله رو میگن؟ شهادت امیرالمومنین سال 41 هجری است. بنی امیه 80 سال سر کار بودن، تموم شد. 80 سال حاکمیتشون بیشتر نبود. و بنیاد بنی امیه همان شد که امیرالمومنین فرمود یلفزونها، برون افکنده شد و تمام شد. سپاس خداوند رو که توفیق میهمان شدن بر سر خوان گسترده کلام امیر ملک تقوا و سخن رو به ما در این چند صبح
در محضر مبارک عزیزان عنایت فرمود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.